درود به شما دوستان و همراهان عزیز یکی از راهکارها برای افزایش دانش زبانی اینه که تست بزنی و آزمونهای مختلف بدی توی این ویدیو 25 سوال چهار گزینه رو میخوایم با همدیگه کار کنیم که امیدوارم براتون مفید باشه فقط یادتون باشه در انتهای ویدیو برای من بنویسید که از 25 سوال چند تاش رو درست جواب دادیم بریم سراغ سوال اولمون Number one He خالی, to work every day goes in a homun has A go going gone and goes. He go to work every day, he going to work every day, he gone to work every day or He goes to work every day. وقتی نگاه میکنیم زمان جملهمون چی هستش؟ حال ساده. از زمانی که آخرش آورده everyday متوجه میشیم که زمان جمله حال ساده هستش یعنی simple present. برای simple present از فعل ساده استفاده میکنیم. اما یادمون هست برای سوم شخص ها مثل هی، شی و اسم مفرد از فعل به علاوه اس استفاده میکنیم یعنی فعل اون بچه بگیره اس سوم شخص بگیره پس گزینه یه دی درسته He goes to work every day. بریم سراغه سال بعدیمون. Number two. Your father has a doctor. Your father is a doctor. Your father wear a doctor Your father look a خب، که قطعا نمیشه اصلا بهش نمیخوره پدر من یک دکتر داره پدر من یک دکتر هست پدر من یک دکتر بود داره در رابطه با شغل پدرش صحبت میکنه پس باز هم باید چی باشه زمان حال ساده باشه و داره یک جمله کلی را بیان میکنه. به نظر شما کدوم گزینه هست؟ آفرین. گزینه B is درسته. Your father is a doctor. Your father is a doctor. پدر شما یک دکتره. Next question number three. Your notebook is جای خالی the table. On the table. at the table, in the table, or inside. جمعه رو ترجمه میکنیم. Your notebook دفترچه شما is, هست میز. خب داخل میز خب تو میز که داخل نداره. پس بهتر گزینه ای رو انتخاب کنیم که به چی باشه؟ روی میز باشه. کلمه رویه به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. On the table. Your notebook is on the table. Let's go to next one. He go there yesterday. He go. He go there yesterday. He goes there yesterday. He went there yesterday. And he going there yesterday. خب پس بهتره اینجا چی بگم؟ از چی استفاده کنم؟ Go, goes, went or going. باز میام زمان جملم رو نگاه میکنم. چه زمانی رو اوورده آخر جمله؟ آیا این زمانی که اوورده؟ مربوط به حال ساده هست، گذشته هست و یا آینده. اگه وقتی گفته یه ساده یعنی دیروز. پس زمان باید چی باشه؟ مربوط به گذشته باشه. میگه اون رفت به اونجا دیروز خب گذشته گو رو پس ما باید دنبالش بگردیم گذشته گو جز فعل های بی هست و میشه چی went he went there yesterday او دیروز به آنجا رفت let's go to next one Ali is a intelligent student. Ali is not intelligent student. Ali is an intelligent student. Ali is an intelligent student. میدونیم که قبل از اسمی که میاد باید از A آن یا د استفاده کنیم. وقتی که نگاه میکنم حرف اولی که توی لغت قبل از student هست یعنی توی صفت هم هست intelligent از حروف صدادار هستش میدونم که قبل از حروف صدادار اگر بخوایم حرف اضافه ای رو بیاریم حرف اضافه باید مطابق با حروف صدادار باشه حروف صدادار چیا بودن؟ آی، ای، او، A و یو بود پس قبل از حروف صدادار میدونم که باید از حرف اضافه چی استفاده کنم؟ ان استفاده کنم Ali is an intelligent. اگه گفته بودم علی is a intelligent از لحاظ پرنانسیشن دوشاره مشکل می شد و کاملا اشتباه بود. علی is an intelligent student. Let's go to next one, number 6. I will go to English class 6 o'clock. حرف اضافه برای ساعت. اکثریتمون این اه, سوال رو میدونیم. for, on, at, or in. گزینه درست. بله. کاملا درسته. at. at six o'clock. وقتی میخوایم ساعت رو بگیم همیشه حرف اضافه چی هست؟ at. I will go to English class. میخواهم. به کلاس زبان خواهم رفت. at six o'clock. در ساعت شیش. Number seven. Children must be جای خالی bed at 9 p.m. Children must be in bed. Children must be at bed. Children must be on bed. Children must be under bed. Under bed که نمیشه یعنی زیر تخت خوابشون که نمیرن ساعت نو. باید توی رخت خوابشون باشن. داخل میدونیم چی میشه به انگلیسی؟ فکر کنید. عفریم این میشه پس گزینه درست children must be in bed at 9 pm number 8 my father spoke to jayakhali last night a she b they c her and D he. گزینه درست هر هستش چون میدونم که بعد از فل و حرف اضافه ای که بعد از فعل اومده معمولا از زمایر مفعولی استفاده می میکنیم. She, he, they اینها زمایره فاعلی هستند. و تنها گزینه ای که اینجا دارم چی هستش؟ C. her زمایر مفعولی هستش. پس این زمیره مفعولی I spoke to her last night. پدرم شب گذشته با او صحبت کرد Let's go to next one, number 9 Where جای خالی you from? A. Do B. Are C. Where and D. Is Where do you from? Where are you from? Where were you from? where is you from where uh, you from یعنی چی میخواسته بگه شما اهل کجایید شما اهل کجایید معمولا به صورت حال ساده میادش وقتی به صورت حال ساده میاد نگاه میکنم آیا فعل دارم اگر بود where جای خالی you come from come اینجا میشد فعل اصلیمون و از uh, فل های کمکی استفاده میکردیم اما اینجا چون که فعل اصلی نداریم و فقط یو را داریم و فرام را داریم پس ما احتیاج به چی داریم؟ فعل اصلی داریم. پس گزینه درستی که انتخاب میکنم برای این تست هستش؟ آر هستش. Where are you from? I'm from, for example, Iran. Where are you from? I'm from Iran. پس اینجا دنباله چی میگردیم؟ فعل اصلی چون که جملمون هیچ فعلی نداره. Let's go to next one. Number 10. What is? جای خالی. سؤاله. My mother is a teacher. مادر من یک معلمه. پس سؤالم چی بوده؟ در رابطه با این بوده که مادرم حتما شغلش چی هستش؟ What is his job? What is my job? What is she job? And what is your mother's job? What is his job که اصلا نمیشه چون his مربوط میشه به مذکر. My job شغل من She job که نمیشه اصلا چون که اصلا she job نداریم ما مثلا بود اگر بود her job میتونست باز درست باشه اما وقتی میگه My mother is a teacher پس منظورش چی بوده سوال شغل مادر شما چیه؟ پس گزینه درست Your mother's job What is your mother's job? My mother's? My mother is a teacher. My mother is a teacher. Let's go to next one number 11. What's this? What's this? Is my pen. That is my pen. They is my pen. This is my pen and دیز همونطور که میدونید برای اشاره به نزدیک برای مفرد از چی استفاده میکنیم؟ از دیس اشاره کرده what is this؟ این چیه؟ یه چیزی دستش بوده اشاره به نزدیک این چیه؟ شما گفتین که این خودکار منه پس شما هم بهتر بوده با چی استفاده کنید وقتی میگه what's this؟ پس توی جواب هم بهتره که از ما چی استفاده کنیم؟ از خود کلمه دیس استفاده کنیم. This is my pen. اگر با شکل نشون داده بود و ما مثلا فاصله داشتیم اون موقع باید از چه استفاده می کردیم از دت استفاده می کردیم. اما وقتی که شکلی نداریم بهتره که از همونی که سوال پرسیده ما هم استفاده کنیم. What's this? This is my pen. اگر فاصله داشت توی تصویر That is my pen. و اگر جمع بود برای اشاره به نزدیک از دیز و اگر جمع بود برای اشاره به دور از دوز استفاده می کردیم که البته برای جمع ها دیگه از ایز هم استفاده نمی کنیم ایز هم تبدیل به آر می شه دیز آر مای پنز یا دوز آر مای پنز اوکی؟ Let's go to next one, number 12. Can you see those boys? ببینید those boys. اون پسرها اشاره به دور برای جمع اون پسرها میتونی شما ببینی اون پسرها رو and جای خالی father و پدره they آنها پدر they father them father their father and his father اینجا باید از چه استفاده کنم؟ از صفت ملکی استفاده کنم. صفت ملکی که باید قبل از فادر بیاد کدوم یک از اینا هست؟ آفرین. دیر هستش. میگه آیا شما میتونی اون پسرها رو و پدرشون رو ببینی؟ دیر فادر. پدر اونها. دی که میشه چی؟ زمیر فاعلی. دم نمیتونه بیاد قبل از اسم و میمونه هیز. هیز هم که نمیشه چون میشه که پدر اون. پدر اون نه. اینجا جمعه. Those boys. پدر اون ها. پس بهترین صفت ملکی که اینجا داریم چی هستش. Their. Their father. Let's go to next one. جای خالی do you wake up? I wake up at 7.30 am. من بیدار میشم ساعت هفت و نیم صبح. پس اینجا منظورش چی بوده؟ یه نگاهی میندازم. Do you wake up؟ شما بیدار میشید؟ I wake up at 730. خب. فکر میکنم منظورش بوده که کی از خواب بیدار میشی؟ What do you wake up؟ How do you wake up؟ چطور بیدار میشی؟ What time do you wake up؟ And why do you wake up؟ What به معنای چه چیزی؟ How؟ چطور؟ What time؟ چه موقع؟ چه زمانی؟ و why به معنای چرا هستش؟ پس بهترین گزینه که انتخاب میکنم چی هستش؟ آفرین. What time؟ What time do you wake up؟ I wake up at 7.30 a.m. Let's go to next one. Number 14. Is this? This is my dictionary. این دیکشنری منه. پس سوالش چی بوده؟ قطعا بوده این چیه؟ What, how, where and who. What is this? How is this? Where is this? Who is this? What به معنای چه این چیه و چه چیزی؟ How چطور؟ Where کجا؟ Who به معنای چه کسی؟ پس بهترین گزینه که انتخاب بکنم برای این سوال چی هستش؟ What? What is this? This is my dictionary. Let's go to next part, number 15. جای خالی. Do you take English class? Because I want to improve my speaking. Do you take English class? کلاس زبان گرفتی. Because. زیرا I want to improve my speaking چون که من میخوام اسپیکینگم uh, رو بهبود ببخشم یعنی صحبت کردنم رو به مقدار ارتقا بدم What Why Where How میدونم که وقتی که میاد because زیرا قطعا توی سوالم بوده چرا. بس اینجا چرا چی هستش؟ اگر بخوایم که گزینه صحیح انتخاب کنیم. آفرین. Why رو انتخاب میکنیم. Why do you take English class? چرا کلا زبان میریم؟ مثلا تو که زبانت خوبه، زبان بلدی. Because. زیرا I want to improve my speaking. چون که میخوام سطح زبانم رو، سطح اسپیکینگم رو ارتقا بدم. خب ور هم که نمیشه هاو هم که نمیشه Let's go to next part number 16 جای خالی Are they from They are from Italy They are from Italy What are they from Why are they from Where are they from? And when are they from? They are from Italy. برای اینکه پرسم که شما متعلق به کجا هستین What are they from درسته Why are they from Where are they from And when are they from کدوم گزینه درسته آفرین شما اهل کجا هستین کجا برای دبلیج کوئسشنش میشه چی Where Where are they from where are they from? they are from italy. let's go to next one. number 17. what Jai -Khali, your sister's name? what are your sister's name? b. what is your sister's name? c. what do your sister's name? what does your sister's name? میگه که اسم خواهر شما چیه؟ What are your sister's name درسته؟ What is your sister's name? What do your sister's name? And what does your sister's name? کدوم درسته؟ سه ثانیه فکر کنید. آفرین. What is your sister's name? فعل اصلی نداریم پس احتیاج به فعل اصلی داریم. میایم از چی استفاده میکنیم؟ As is استفاده de Mikoni, your sister, what is your sister's name, Masaligi, my sister's name is Maria, my sister's name is masalan, her name is uh, Mahsa. okay, let's go to next part, number eighteen what do you like for dinner? جواب داده I like pizza. What is you like for dinner? What does your What does you like for dinner? What do you like for dinner? What was you like for dinner? اگر دقت کنیم اینجا فعل داریم. فعلمون چی هست؟ like. پس احتیاج به چی داریم؟ فعل کمکی. و من چیه؟ یو هست. پس بهترین گزینه رو چیه؟ انتخاب میکنیم. What do you like for dinner? I like pizza. Number 19. Where جای Khali she work? She works at the hospital. میگه که اون کجا کار میکنه؟ She works at the hospital. گزینه هامون رو ببینیم. Where is she work؟ آیا این درسته؟ نه. چرا؟ چون که اینجا توی جمله خودم فعل اصلی work رو دارم. پس از امویزار استفاده نمی کنم. میرم سراغ فل های کمکیم. Do. Where do she work؟ Where are she work؟ Or where does she work؟ و دقت کنم توی جوابم گفته she works She works یعنی بعد از work she آورده شخص ورده گفتیم توی سوال هایی که مربوط به اس سوم شخص هست فعل به صورت ساده میاد اما بجاش از فعل کمکی چی استفاده میکنیم؟ دو ثانیه فکر کنید آفرین از داز استفاده میکنیم. Where does she work? Where does she work? که توی جوابش میشه She works at the hospital. نمبر 20. How جای خالی Tom like his new car. How اینجا به معنای چقدر هست. چقدر ماشین جدیدش رو دوست داره. How is Tom like his new car? How do Tom like his new car? How does Tom like his new car? Or how are Tom like his new car? گزینه درست چی هستش بچه ها؟ آفرین لایک رو دارم خود فعل اصلیم هست پس فعل کمکی میخوام How does Tom like his new car? از فعل کمکی داز استفاده میکنم Tom سوم شخص هستش How does Tom like his new car? Let's go to next one 21 I wasn't listening من گوش نمیدادم جای خالی did she say where did she say کجا اون می میگفت معنی نمیده what did she say when did she say چه موقع اون میگفت is is did she say که اصلا بهش نمیخوره پس چی بوده i wasn't listening من گوش نمیدادم گوش نمی کردم. What did she say? Afarin? What did she say? I wasn't listening. What did she say? Number 22. What time did you dry up? What time did you got up? What time did you gets, you, gets up? What time did you get up? What time did you gotten up? دید داریم برای زمان گذشته هستش. وقتی دید میاد توی جمله فعل به چه صورت میاد بچه به صورت ساده میادش. پس بهترین گزینه چی هستش؟ What time did you get up? What time did you get up? Number 23. Where جای خالی your sister live? Your sister lives. <laughs> Number one, A. Does. Do. Was. Where. Where does your sister live? Where do your sister live? Where was your sister live? Where were your sister live? خب چون لیو دارم فعل اصلیمه احتیاجی به was و ور ندارم چون was و ور گذشته ام و ایزو آر هستش پس از دو و داز کدوم رو استفاده می کنم؟ آفرین داز رو استفاده می کنم Your sister خواهر شما سوم شخص هستش پس بهتره از داز استفاده کنیم Where does your sister live؟ مثلا از توی جواب میگی She lives in Tehran Next one, number 24 She is جای خالی work all day today گذنه اولم این at on و in هستش پرپوزیشن و یا حرف اضافه که برای work استفاده می کنم چی هستش؟ ثانیه فکر کنید یک دو سه آفرین at work She is at work all day today اون امروز تمام وقت تمام روزش رو سر کار بود. پر پرپوزشن، بهترین پرپوزیشنی که همیشه برای ورک استفاده میشنیم که چی هستش؟ at work at work She is at work all day today. و سال آخر 25 I came جای خالی early today I came to home early today I came in home early today I came home early today I came to the home early today فکر کنید ببینید پرپوزیشنی که برای home استفاده می کردیم چی بود؟ آفرین به اونه که درست جواب دادن. I came home early today. معمولا هم به صورت تنها میاد و پرپوزیشن قبلش نداره. I came home. I go home. I get home. هم به صورت چی میاد؟ تنها میاد. هیچ حرف اضافه قبلش نمیاد. خب دوستای عزیزم 25 سال چهار گزینه ایمون به پایان رسید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگر که دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک کنید و حتما حتما برای من توی کامنت بنویسید که از 25 تا سوال چند تاش رو درست جواب دادید. دوست دارم بدونم تا ویدیوی بعدی شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم شاد و پیروز باشید